آدم همیشه باید تو جاده مواظب باشه بلایی سرش نیاد به خصوص شبا که آدم تو این جاده های کسافت مار رو گرفتار میشه تو همه این روستاها و شهرهای این دوروبر ادلای خاک و پنبه است که بار کامیون میکنن و میفرستن تو این جای خشک کسافت تو این جای برهوت با این کاکتوس ها و علف های شیر هر چیزی آدم رو نیش میزنه زیر پاتم جز خار چیزی پیدا نمیشه آدم حسابی سرسام میگیره. تازه جونورای خطرناکی مثل اقرب و مار و هزار پا و روتیل هستن. اون پشمشتا من سه تا آدم رو روی چند تا بوته خار نفله کردم. یکیشون آروم آروم رو زمین کرده پا شد. مادر مرده نگران خارا بود. از خودم پرسیدم راستی راستی آدم وقتی داره میمیره باید نگران چیزی باشه. از پشت سر فقط یک گلوله تو مغزش خالی کردم. میدونم که نباس فشنگ شه. تازه چند تا فوش هم کردم تا اون باشه منو تو اون جاهای دور افتاده دنبال خودش نکشونه. طوری خسته شده بودم که نا نداشتم را برم. هوا خیلی داغ بود. اینجاها هیچی دیده نمیشه جز کاکتوس و بوته خاردار و لاشخور. منو خیلی این ورور کشوند. راسته که میگم بعضی ها از مردم خیلی میترسن. اونا خیال میکنن میشه از سرنوشت فرار کرد. خبر ندارن وقتی ساعت مردم برسه دیگه تمومه. بعد نوبت لاشخوراست. اونا چارچشمی آدم ها رو میپان. همین که یه نفر تو بیابو میفته سر کلهشون پیدا میشه. شامبهشون خیلی قویه. میگن لاشخورا سفید به دنیا میان بعد سیاه میشن. اون وقت آدم زنده که میبینن حالشون به هم میخوره. یعنی ما حال اونا رو به هم میزنیم اونا هم حال ما رو همه ی از لاشخور میترسن چون لاشخور وقتی گوش نشد جسور میشه و میاد سمت آدم بالاش رو پهم میکنه و صدای منقار بزرگش شنیده میشه آدم صدای رو میشنفه که رو زمین چرخ میزنه دومی که گشتم صبورتر بود داشت خوند میگن اون رو اغرب گزیده بود و دیگه دیر یا زود خودش میمرد اما به نظر من که صحیح و سالم بود. خود من دوست ندارم به مرگ طبیعی بمیرم. آدم بهتره توی درگیری غزل خداحافظ رو بخونه تا پیر بشه و هزار عیب و علت پیدا کنه. این آمارو پشت فرمون که باشه یک کلمه حرف از دهنش بیرون نمیاد. آی آمارو با تو هم. چه سفید؟ اولاغ جون. وقتی یه مرد با حرف میزنه جواب بده خبر مرگت. با این اخلاق سگی که تو داری یکی از همین روزهای بی پدر و مادر با گلوله میفرسته توا اون وقت فقط میتونی به دل و رودت نگاه کنی که ریختم بیرون چی میگی آمارو؟ جونت بالا بیاد یک کلمه حرف بزن دیگه فقط نیشش رو بزن با میکنه نکنه جیگر حرف زدن نداری این پس فترت که اینجا تمرگیده اهل موری بکاس موری همه چون کل خرن آمارو رو حرف نزنی هرچی پشت بردم نسارت میکنم ها ما تو پاسگاه دو تا بشکه بزرگ داریم که همیشه خدا باید توشون آب باشه. وقتی یکی رو دستگیر میکنیم میبریم اونجا دو تا علب سولاخ سولاخ میدیم دستش رو بهش میگیم بره آب بیاره بریزه تو بشکه اون ما در مورد مجبور بود و تا بخواد برسه حلبا خالی شدن. هی <متصفيق> یارو hey, دست از با خطا کنی هر چی دیدی از چش خودت دیدیم ها. میزنم لطوپارت میکنم. من نمیذارم کسی تو منطقم دست از با خطا کنه. میخوام بگم از تو بدتراش زیاد دیدم تو ممکنه زن و بچه داشته باشی خب داشته باش کاری میکنم که به زوزه کشیدن بیفتی من این ورانور خیلی نفوذ دارم تو پاتختم افرادی رو دارم اگه تو رو تحویل ندادم اسمم رو عوض میکنم و دیگه گتولیو نیستم شنیدم تو آراکاجو مردم طرفدار تو هم. شنیدم اونجا گوزالهایی پیدا میشن که خیال میکنم تو هم آدمی فکر نکن خوشم میاد زندونی های مثل تو رو بگیرم ببرم تحویل بدم من چاره دیگه ای ندارم وگرنه شما ارزششو نداری همچین که تو رو تحویل بدم میرم یه جایی دنجی وسط خودم پیدا میکنم و میرم اون وقت رئیس رو دستفا من بیفته میگم دیگه نیستم آب این گنگوما هم که داغه راستی یادت باشه آبی که ظرفشو نمیبینی نخور میگن لامپیاو هر جا میرفته رفته یه قاشق نوره تو خورجینش داشته. غذا که بسش می آوردن قاشقش می توش. اگه قاشق سیاه می شد یعنی سم به خوراکی زدم. هر خری هم میدونه که سم نوره رو سیاه میکنه. اون وقت وای به حال صاف این لامپیا و جونوری بود که لنگش پیدا نمی مثل آب خوردن آدم می کشت. این بود که دست آخر تو باهیا سرش گوش تا گوش بریدن. آقای امارو کجای کاری؟ وقتی رسیدیم به کوریتوبا خبرم کن. این گرما بدش اینه که پشه های ریز و یه از پنجره میاره میشه به صورت عرق کرده آدم. اعصاب بسه آدم نمیذارن. آره باید دنبال بازنشستگیمو بگیرم. بعد میرم یه جای دنج کنار رودخونه جاپاراتوبا میگیرم یه جف بز ما میخرم و یه زندگی راحت را میندازم. من همین اندازه آدمایی که نفله کردم دیگه بسته. به بیستا میرسم. شایدم بیشتر. ممکنه به قیافن نیاد فقط کندن کلک اولی مشکله بعدش آدم یاد میگیره تر و فرز کاره تموم کنه راش اینه که زیاد بهشون نزدیک نشی چون با آدم گلاویز میشن و نیمتنه نظامیمو جر میدن اگه اینطور بشه اون روی سگ من بالا میاد بیشتر مقالفه دولت خیلی طول میکشه تا جون بدم. اما رو چیکار میکنی با این اطلق برازه تو جاده این مارجو که نمیشه تخت گاز رفت راستی میدونستی پشه ها غرق نمیشن؟ بچه که بودم پشه ها رو میگرفتم میداختم تو بطری آب. بعد خوب تکون میدادم. بعد که در بطری رو باز میکردم انگار نه انگار. از همه بدتر اینه که کیشش میکنی بره. بعد بعد با باز سر جای اولش. باید برم آراکاجا موام رو اصلاح کنم. اگه یکی اونجا بهم بخنده ناچارم هفتیرمو رو بکشم و یکی دو گلوله خرجش کنن. زندگی تو آراکاجو مشکل تر از شهرهای دیگه است. مردم چارچشمی آدم رو میپان. آمارو، اولین جایی که برسیم میخوام بخوابم. دیگه اوسرم من دست این اتول سر رفته. میگم تو رخت خواب که دراز میکشی باز چارچشمی مواظب باشی. خیلی از آدما به خاطر اینکه بدون اصله خوابیدن دیگه بیدار نشدن. یه بابایی رو تو رخت خواب کلکشی کندم. یعنی کلک تموم افراد خانواده چکندن همه داشتن تو پای تخت خودشون رو بفهمن کار کیه اون وقت من تخت گرفته بودم تو آروا خوابیده بودم من آمارو برخلاف تو از روزنامه خوشم نمیاد تو جنیاش دروغ سر هم میکنن کار این سوسولاست تو تارسیو رو میشنستی؟ آمارو رو میشنسته اون خیلی ها رو دوچار حمله قبلی کرده و کشته وقتی خونش جوش میومد رگای سرخ چشمای بابا میزد بیرون و زهره آدم آب میشد. رئیس به من گفته بود گروبان بانگتالیو من این بابا رو زنده میخوام. طرف خیلی جیگر داشت. کوتا نمی اومد. اما مخزن اصلهش گیر کرد و فشنگ از توش بیرون نیمد. این بود که کارش دار شد. با لوله توفنگ زدم تو صورتش. روز همین به خودش پیچید و از حال رفت. پارسیو هم چند تا لگت حواله پک و پلوش کرد. سرطه قضیه زود هم اومد. اگه دست من بود دونه دونه شما رو کش میکردم. حالا بری شلوغ بازی در میاریم؟ اگه دست من هم بود همین پشت مشتا کلک تو رو میکندم و دیگه لازم نبود این همه زحمت بکشم تو رو ببرم پای تخت تحویل بدم. یکی دوتا هم که نیستیم. یکی دونه سر بنیست میکنیم ده تا دیگه جاتون در میاد. چپ چپ نگاه نکن نفله. این آدم پاک کلافه میشه. سر آدم تو این کلا میپزه چه خوب آدم تو کوهستان زندگی کنه جایی که مه همه جا رو پر میکنه و آدم حرف که میزنه بخار از دهنش بیرون میاد یا کنار مزرعه نیشکر دریای نیشکر وقتی که نیا تو باد ملایم خم میشن آدم رو اون تپه باشه و پایین رو تماشا کنه صبح البته بهتره چون هوا ملایمه و پرنده ها همه جا هستن من یه خواهر دارم که شوهر نکرده. از صبح تا شب میگیره کنار پنجره میشینه با پیر دخترهای دیگه راجی میکنه. اونجا که نشسته چشماش یه ریز به مزرعه های نیشکر که شکوفه دادن. اون بود که به من یاد داد این چیز هم هست. تا اون وقت حالیم نبود. یعنی چشمشوارم اونا رو نمیدید. الان خوشم میاد نگاه کنم. اما رو یه چیزی می رو میدونی تو این دنیا خیلی چیزای خوب هست اما دست ما ازشون کوتاه. میدونی من دنبال چی هستم قهوه خوب سیگار خوب یکم کم یکم کم آشتی بسته دیگه اینقدر تو این بیابون برهود سگ زدم وقتی رسیدم شهر میدم پوتینامو برق بندازم من قبل از اینکه گروبان بشم واکسی بودم اون وقتا غصه چیزی رو نمیخوردم. کوچیک بودم. ولی حالا خیال میکنم باید خودم رو به دکتری کسی نشون بدم. یه جا تو سینم درد داره. البته از دکتر جماعت خوشم نمیاد. هیچ وقت ولی بهشون شلیک نکردم. نکنه کردم. یادم نمیاد. این گرد و خاک کسافت آدم رو پاک از ریخت انداخته. آدم که تف میکنه از حلق و گل بیرون میاد. میبینی یارو تو رو این همه راه آوردن چه مکافاتی درست کرده؟ تو این راه گاری رو که نمیشه تونتر از این رفت. کسافت تموم بدن اونو پر کرده. اون بابا کابالکانتی رو بگو. با یه آمبولانس آورده بودنش. آمبولانس این یعنی اتوبوس تنش آبکش کرده بودن. آره، بیست و تا سلاخ تو بدن آدم باشه، اون وقت مرگ و پس بزنه. خیال میکنم هیچ کس داره ندیده کسی با این حال و روز زنده مونده باشه. اگه دست من بود همچین بلایی رو سر تو می آوردم و گال قضیه رو می کندم. کابلکانتی نفلس بالا پایی می رفت و تن و بدنش آروم و قرار نداشت. آدم تا نبینه باور نمیکنه. کنه. بعضی میگن مرگ آروم میاد. حتی بعضی میگن به آدم آرامش میده. چون وقتی وارد میشه آدم چشماشو باز میکنه و به هر چی دم دستش باشه چنگ میزنه. انگار میخواد زندگی رو به دستاش بگیره بعد این ونومه رو نگاه میکنه و دندناش رو, رو هم میسابه سرش رو بلند میکنه هوا رو فرو میبره سعی میکنه یه چیزی بگه حال دیوانه ها رو پیدا میکنه چون میبینه تنها میخواد بره میخواد بلند شه بشینه و چهار چشمی به دور اطرافش نگاه کنه اما تموم تنش میرزه و دلش به حال خودش میسوزه و پاهاش رو کش میده قیافه ای به خودش میگیره و ازالاتش میپره بعد اشکاش را میفته و به فکر کارایی میفته که نکرده و دلش میخواسته بکنه و از خدا میخواد اونو ببخشه بعدم غزل خداحافظی رو میخونه آره دونه دونه ما یه همچهار روزی پیدا میکنیم برو برگردم نداره اما هیچ کس دلش نمیخواد بره یه وقت عده شورشی رو دنبال میکردیم من از این توفنگای زرگ و بردار خوشم هم نمیاد همون اسمیت همیشگی دستم هم بود اما تونیکو مسلسل لوله کوتاش رو بود این مسلسل رو یه لازم زمین نمیذاره چیز قشنگی نیست چون همچی که شلیک میکنه مغز آدما و فک و دندوناشون رو تو هوا پخش و پلا میکنه درست مثل اون وقتی که یه بابایی رو تو ایتابایانا لطپار کردن اسم شدم نیست دستور رسیده بود هیچکس به جسد دست نزنه اما اصلا جسدی در کار نبود وقتی تونیگو شلیک میکنه هیچ چیز در جای سالم نمیمونه این تونیگو بیشتر توفنگچیه تا سیاست ولی من یه پا سیاست مدارم چون همینجوری کسی رو نمیکشم کارم حساب کتاب داره تونیگو وقتی شلیک میکنه قشقش خندش به هواست. آدم درستی نیست واسه همینم هم بیشتر از صد نفر قسم خوردن سرشو بزنن رو سینهش بهش میگن سگدست چون وقتی اون مسلسل کهنه رو بغل میگیره دست صاب مردش اصلا نمیلرزه فقط اخماش رو تو میکنه با دندونایی بالاش لب پایینش رو میگیره نشونه گیری میکنه و هر جنبنده ای رو میخوابونه رو زمین صدای تقطق اصلش یه آن نمیشه بازرسایی که از پایتخت اومده بودن همه داشتم در گوشی پچ پچ میکردن پالتو بود آدم از سرما کبود میشد اون وقت توی اون موقع شب یه آدم آدم جمع شده بود من هنوز اونجا بودم و پالتو مشکیمو پوشیده بودم وقتی وارد شدن رفتم جلوشون دکتر بهم گفت بگین یه نفر جسد رو جمع جور کنه حتما خبر نداشت که دو تا جسد بوده نه یکی یعنی با اون خرطوخری که شده بود و اون تن و بدنهای که همه جا پخ شده بود آدم تشخیص نمیداد من به دو نفر دستور دادم تیکه پارهها رو جمع کنم اما چیزی نبود که آدم بتونه جمع جور کنه مورچه هم جمع شده بودن و داشتن یه چیزایی واسه خودشون می بردن. دکتر بهم گفت گروهان شما برای جسد احترامی قائل نیستین نباید بذارین مورچه ها جسد رو تشریح کنن مگه نمیدونین که برامون حرف در میارن بعد هم گفت چرا اینجوری کردین؟ چرا اونجوری کردین؟ چون برامون حرف در میارن میشنفی چی میگفت؟ میخواستم بگم گور پدرشون اما خبردار ایستادم و گفتم اما عالی جناب من باید حساب مورچه رو برسم یا حساب اون خوکای مردارخور رو شما که میدونین خوکای مردارخور فقط جسد دوست دارن و این دوروبر یه جو خوک مردارخور هست که به هر جایی سرک میکشن اگه خوکا جسد رو میخوردن که صد پله بدتر بود و من راست راستی یه خوک مردارخور رو زده بودم خوکی که اندازش از اون دوتا گنده تر بود و من با گلوله حسابش رسیده بودم چون تونیکو قبل از اومدن رئیس دلنگو بسته بود. رئیس که اومد ما ترتیب تشریع جنازه رو دادیم. رئیس گفت سینیور گتولیو اگه به این وضع ادامه بدی دیگه کسی اینجا زنده نمیمونه. این کار درست نیست. من گفتم هر چی از زیر سر این شورشی هست قربان. و چیزی رو که داشتم می جویدم توف کردم. رئیس یکی از اون قهقه های خرکش کرد. اونقدر خندید که عشق تو چشماش حلقه زد. اون روز من یه پرنده بهش دادم یه توکا که به دست خودم گرفته بودم و اگه اونو به یکی از رفقاش نداده بود تا امروز داشتش من چشم دیدن این بابا را ندارم با اون چونه باریکش بیافه حیوان داره مادرزاد با دنجون دور قابچینه آشغال کله جناب آقا اوز میخوام خودتو از اون در بکش کنار اون در با گلوله های مسلسل به هم دوخته شده کسی هر قدرم تقلا کنه نمیتونه بازش کنه میگم اونجوری به در تکه نده چون اگه بلای سرت بیاد برای شخص من مسئولیت داره عذر میخوام که ریز دارم حرف میزنم حرف میزنم تا خواب از سرم بپره حتی نمیدونم چه وقت دارم حرف میزنم چه وقت دارم فکر میکنم درست نمیتونم بفهمم تو یکی که مجبور نیستی جواب بدی البته من میدونم اگه خوابم ببره تو نفل هر کاری از دستت بر بیاد میکنی تا اصلایی منو به چنگ بیاری و ناکارم کنی بعدشم از پشت سر به آمارو شلیک میکنی و از لابلای بوتا پا میذاری به فرار تا یه جای امنی پیدا کنی آره اگه چشمام رو هم بیفته شش تیل ممانی من از دستم میکشی و یک گلوله تو شقیقم خالی میکنی <متصفح> البته اگه منم چشمام رو باز کنم ببینم داری اصلا ما از دستم میکشی جمجمه این کسافت تو سلاخ سلاخ میکنم حالا هرچی میخوای درس خونده باش آیا ما رو آروم برو این اتول درب و داغون داره از کار میفته آره نت ناس کل فوک دلم میخواد تموم فرشای آدم رو نسارت کنم فکر کردی رفتی دانشگاه آدم شدی؟ جوابی نداری بدی اصلا نمیذارم جواب بدی پدرتو در میارم جوجه قرتی خیال میکنی با تو کسی شدی؟ آیا ما رو تو ایش وقت مدرسه رفتی؟ به این الدنگ بگو جواب بده اما شرط میمندم فقط تو فکر در رفتنه نفله تنه لش خواهی تو نچسمون بمون در عوضی آمارو چطوره بزنم با تلین اصله تو ملاجش ها؟ بزنم کلش آبلم بکنم شرط نوندم دستاش بازو میپرید اسلحه رو از من میگرفت راستشو بگو اگه اسلحه دستت میفتاد جون ما رو میگرفتی؟ حواستو جمع کن آدم خوشبختی هستی که قرار محاکمت کنن هستن روزنامه چیهایی که طرف دارتن. اما اگه تو محاکمه کمتر از سی سال برات ببرن هیچ که قصه در نمیره. نه تو، نه نماینده دادستان، نه قاضی. حساب تموم این آشقال رو میرسی. اگه هم بیشتر از سی سال برات ببرن که همونجا تو زندون سرت زیر آب میکنی. پس فرق نمیکنه. تو دیگه مردی. آما رو بزن بقید. همینجا میخوابی. کمک کنی آشقال رو ببندیم به درخت. من دیگه نمیتونم چشم باز نگه دارم. نگاری میخواد بارون بیاد این نفر از اونجا که هستش بازش نمیکنم حتی اگه بارون بیاد چشم دیدنشو ندارم سرما خورد خورد فکر نمیکنم چیز زیادی به عمرش مونده باشه رئیس میگه اون آدم رزلیه هر چی رئیس بگه همونه رئیس یکی یکی جنایت هایی رو که این نفله کرده برامون توضیح داد گفت تو هر دادگاه ازمون پرسیدن بگی یعنی صد تا دیگه هم بزنیم روش رو بگیم باید زمین رو از وجود آدمایی مثل این پاک کرد. نمیدونم چرا یاد تارسیو افتادم. وقتی داشت میمرد دست منو فشار داد. اگه تو دنیا یه آدم باشه که من هیچ وقت خدا از دستش حسلم سر نمیرم همین تارسیو بود. گای می‌خندید و دستش میزد رو زانوش و روز سندلی نیمخیز میشد. اما زیاد نمی‌خندی. چون همیشه خدا اخماش رو هم بود و با اون یه چشمش به جای دوری نگاه میکرد. این نفله از اون ناروهاست از شکل و شمایل آدم نمیشه فهمید که چی تو دلش میگذره بستمش به کنده درخت آلو حتی اگه بارونم بیاد بازش نمیکنم حتی دوست دارم بارون بیاد تا برم نزدیکش رو مسخرش کنم بهش بگم آقا خوب وقتی رو برای همون کردن انتخاب کردی فعلا یه دوش بگیر تا موش آب کشیده بشی چه صابونی میل داری برات بیارم نه چطور خونش بریزم به قول تارسیو ما فقط چاله میکنیم این خداست که اونا رو میکشه همین اتفاق واسه خودش هم افتاد تارسیو رو انداخته بودن رو اسب خودش پاهاش از این طرف آویزون بود دستاش از اون طرف آبکشش کرده بودن یه جای سالم تو بدنش نبود هیچ وقت وقتی اون بمیره بذار همه بمیرن از این الافی بالاخره اومدیم اطراف کردیم تو این خونه وسط راه الوالدو به همون رسید و گفت خیال میکنم این بابا رو باید یه مدتی تو مزرعه نستور فرانکو نگه داریم گفتم بفرمایید ببینم چرا روزنامه ها قشقدق را انداختن نیروهای فدرال دارن میان آراکاجو رئیس از رادیو اعلام کرده من هیچ کسی دستگیر نکردم گفتم درسته این من بودم که این جونو رو به دام انداختم و این حیفنون همونطور که به درخت آلو بسته شده بود قهقهش بلند شد و گفت گروه بیا گذشته رو فراموش کنیم من بر میگردم میرم باهیا تو هم هر جا که اشقته برو ما از هم دور نیستیم این حرف چه معنی میده؟ ما از هم دور نیستیم یعنی چی؟ گمون کرده میتونه مخمنه بزنه ولی بالاخره باید به دستورایی که الوالدو با خودش آورده بود عمل میکردیم اما قبلش به این مرتکه گفتم ببین سخنرانی موقوف وگرنه با این بنداخ توفنگ دندونات میریزدم تو دهنه بعدم رو کردم به الوالدو گفتم بهتر نیست کارا همینجا و همین الان تموم کنی حتی نقشم و واسه کشتنش بلند بلند گفتم تا این آشغال به گوش خودش همه چیزو بشنفه چون جوری رفتار میکنه که انگار هیچ چی خیالش نیست گفتم میتونیم حلقاویزش کنیم الوالدو برگشت نگاش کرد اون وقت آمارو پاشو از اتول گذاشت بیرون و همونطور که داشت صورتش رو گفت پس می کلک این بابا رو بکنین اگه همچی پیاری دارین عجله کنین الوالدو چیزی نگفت فقط چند تا صرفه کرد دوباره گفتم گروه من الوالدو چطور بهش نمک بدیم تا کلیهاش بترکه که چون اگه به کسی نمک بدی اما بعدش یه عالم آب بهش ندی کلیهش می که که قضیه طول میکشه و آخونالای طرف گوش آدم رو کر میکنه. الوالدو باز فقط به من زل زد و سرفه کرد. گفتم چطور زنده زنده خاکش کنی؟ اینجا بود که الوالدو دلش به حال این آشغال سوخت و گفت ببریمش تو مزرعه نستور نگرش داری. تا برم ببینم دستور بعدی چیه؟ حالا هم از کنار رودخونه حرکت کنیم نه جاده چون ممکنه ما رو ببینن. اون وقت بود که دستای نفته رو از پشت بستیم. تناب انداختیم گردنش و بستیمش به اتولو. پیاده آوردیمش اینجا تو مزرعه ای نستور تا رسیدیم به همه اختار کردم که ببرم بندازنش تو اون اتاق و یه لگن بذارن کنارش و اسانیرای پیر زهره ما رو براش ببره کوف کنه روز اول همین کارو کردن اما روز دوم دلشون سوخت یعنی با اون رفتار حق به جانب و سوادش فکر کردم آدم حسابیه و این پیر هافافو اسونیرا هی یه ور ورزد تناب دست بیچاره را زخم وزینی کرده بیچاره دیگه نا نداره تکون بخوره بیچاره رنگ به روش نیست بیچاره از گشنگی پست و استخون شده این پیرزنه از اون آدمایی که باید در دهنشو گرفت تا از نفس کشیدن راحت بشن کله آدمو میخوره بعدش هم آمارو و نستور ساب مزرعه هی با هم ور میزنن میخوام ببینم آزاد کردن یه حیوان وحشی چه معنی میده دست آخرم نفله رو از اتاق وردم بیرون اما یه جو هم نذاشتم تنابشو با کنم. گفتم اگه وسط اتاق پذیرایی هم بخوان نگرش دارن باید تناب پیچ باشه. اگه بخواد قدم هم بزنه باید با تناب دور گردنش بزنه. به نستور گفتن اینا یکی دوتا نیستن. این یه جونوره. نفله تو اتاق تمرگیده. انگار از هیچی نمی ترسه. ندیدم یه بار التماس کنه. عین خیالش نیست. انگار منم که خلاف کارم. اینطور که پیش میره حتما این آشغال کله رو آزاد میکنن و به جاش منو مثل سگه هار میبندن یه شلاق اونجا آویزونه چطوره برم از گل میخبرش دارم و هر کی رو که میاد دم نوازش کنم دیگه وقتشه که سر و کله الوالدو پیداش بشه اینجا داره حوصله منو سر میبره این آمارا هم که یریز داره دسته چاقو میتراشه و تراشه چوب گاز میزنه و هی دست و بالشو میباره درست نمیدونم چند روز گذشته یه بار آمارو اومد بالای سرم و یه تیکه ساقه درقلای دندونش بود بهم گفت اگه این مرتیکه رو ببریم آراکاجو خون و خون ریزی میشه و حرفاش گوش ندادم اونم که این تردید دید شروع کرد از تیم فوتبال کوتین باس تعریف کردن میدونه که من از تیمایی که پیرن آبی تنشون باشه بدم میاد تیم من اولمپیکوسه اگه تیمی بخواد جلو المپیکوس ارز اندام کنه قلم پای تک تک بازیگوناش خورد میکنن چک میزنم تو اون گوشایی هر هرچی شیشه کوکا گلا پیدا میشه تو سرشون میشکنن اصلا خدا شیشه کوکا رو برای همین خلق کرده آخه آبی هم شد رنگ آدم اینجا تکلیف جو نمیدونه باید همینطور دست رو دست بذاره بشینه هوایی که صفت هم اونقدر داغه که انگار یکی دست گذاشته گروی آدم رو مخواد کنه بعضی وقتها یه حرکتهایی از من سر میزنه که خودم هم دست خودم عصبانی میشم به خدا میگم مرتی که گونده این کارا چیه میکنی؟ مثل الان که نشستم اینجا و دارم با نوک سوزن لای های پام رو که بد جوری میخواره سوراخ میکنم و بعد خاک میریزم روش حقش را بیفتم با نستور برم بیرون اما میونهی با گاو و اینجور حیوانا ندارم تازه این نفله رو نمیتونم تنها بذارم ممکنه یه وقت به کسی بزنه دستاشو باها کنن اون وقت خر بیار باقالی وار کن البته اگه یه وقت آزادش کنن با یه گلوله خدمتش میرسن خبر مرگش این الوالدو نمیدونم چرا پیداش نمیشه ما اینجا کاشته و رفته دلم مثل رو سرکه میجوشه نکنه یه وقت علدنگای را بیفتن بیان بخوان این چنگام از چنگم در بیارن خیال میکنم آدم خیلی داشته باشه تو آراکاچو که خیلی نفوذ داره اینه که نباید دست رو دست گذار آیا ما رو بیا اینجا ببینم تو که اینه خیالت نیست دنیا رو خواب ببره تو رو آب میبره انگار عوضی گفتم میخوام بگم همه چیز واسه تو علستوی است و فرق نمیکنه خیال میکنی این دست چاوار که درست میکنی ازت میخرم ولش کن بیا عقلمون رو رو هم ببینیم چه خاکی به سرمون بریزی تو که منو میشناسی میدونی نمیتونم دست رو دست بذارم و یه گوشه بشینم باید یه کاری بکنیم. اگه یه عده اومدن زور شدن این بابا رو برداشتن بردن چه خاکی به سرمو بریزیم من که میگم اون داره یه فکرایی میکنه هی تو اتاقش قدم میزنه تا جایی که به گردنش قد میده میره و میاد الان که نستور با گاواش رفته وقت خوبیه میخوام بگم نباید این الدنگ رو سالم تحویل بدی چرا حرفی نمیزنی چیزی نمیگی هر وقت پای کار میاد میون لالمونی میگیری و یک کلمه از با وامودت بیرون نمیاد. ده جونت بیاد بالا و یک کلمه حرف بزن. من همه جای این خونه درندشتو رو دید زدم. نستور یه انباری داره که توش تا بخوای میله داغزنی هست. میگم چطوری یه جایی از بدنش رو جزغاله کنی؟ جایی که تو دید نباشه. کسی هم اگه حرفی زد خودمون میزنیم به اون راه. خیال نمیکنم کار سختی باشه. این کار لازمه. چون از طرف اونقدر ممکنه خون بره که غزل خدافزی رو بخونه البته هستن آدمایی تو آراکاجا که ترش کنن و خوششون نیاد و آدم سینجیم کنن اما من حرفها دارم بزنم میگم این بابا تنها نیست همه ای شورشیا باشن اینطور نگاش نکنین که میره و میاد داره گوش میده اگه میبینین حرفی نمیزنه از اون بدجنسی شه اما رو یه راه دیگه هم هست میگم اگه آدم سر یکی رو بکوبونه به شیشه جلوی اوتول فکر میکنی شیشه خورد میشه میرزه زمین به نظر من که بعیده حتی خمم به ابروی شیشه نمیاد حالا ببین چی میگم میگم کله این آشغال رو بکوبونیم به شیشه جلو بعدش بگیم تو جاده خوردیم به یه درخت کلش رفت تو شیشه از یه کار دیگه میکنیم انبردست میاریم دو تا دندون بالاشو میکشیم بعدش هم دو تا دندون پایینشو تا یر به یر بشه تازه بعدش میتونه خیلی راحت توف کنه یا اگه دلش خواست سود بزنه ها؟ اما رو تا من آمادش میکنم به پرستو انباری انبر دست و بردار بیار خب نفله اولش با گنداخت و فهمی تو دک پوزت تا بیس بشه درد و نفهمی راحت دهنتو با کنی درد سر واز کردن دهن تو نداشته باشی اون وقت دندون اول میکشی بعد دندون دوم بعد سوم بعدم چهارم خیال نمی کنم کار مشکلی باشه من به کارم واردم تازه خدا رو شکر کن که برات مفتی تموم میشه میدونی کشیدن این دندونای این گرازت چقدر برات آب میخورد؟ آوردی همه رو خب حالا اون دهنه کوچولو موچوله تو با کن قاقا بذارم دهنه بعد اصل رو بلند میکنم تش رو تو پوزت انبور دست رو از آمارو رو میگیرم چهار تا دندون رو تند و تند میکشم و قال قضیه رو میکنم تموم شد و فکرشو نمیکردم آمارو اینقدر دعا بلد باشه بخونه این کشیشه ما سه نفر مجبور کرد زانو بزنیم دعا بخونیم خبر داشت ما داریم و قراره به اونجا بده اما اونجا پشت در باستده بود دستاشو تو هم انداخته بود و خودش شق و گرفته بود اونم چه ساعتی؟ یازده شب که خدا میدونه چند ساعت راه رو کوبیده بودیم خودمون رو رسونده بودیم اونجا از پشت میده های چوبی در کناری کلیسا زل زده بود ما رو نگاه میکرد نه اشاره ای نه حرفی چیزی فقط ما رو بر رو بر نگاه میکرد انگار آدم ندیده بود من و آمارو هم که این آشغال کله رو اون همه راه کشنده بودیم آورده بودیم دیگه نای وایسادن نداشتیم من و آمارو پالتوی بلند تنمون کرده بودیم کسی بو نبره ما چی هستیم اون ایوون دهنش بسته بود از بس زنجمره کرده بود زلمون کرده بود صدای نالش قطع نمیشد علتش هم گمونم زنگ زدی گازنبر بود درست باز و بسته نمیشد اولش انقدر خون اومد که حسابی ترسیدیم و گفتیم خدای نکرده الان میمیره و مجازاتی رو که باید بکشه حروم میشه و از زیرش قصر در میره همه عصبی بودیم کارت میزدی خونمون در نمیومد شوخی بردار نبود یه گروگان کشته بودن یعنی سرش بریده بودن یه عدهم اونجا توی تیراندازی نفله شده بودن تو مزرعه نستور درست و حسابی علمشنگهای برپا بود اینا همه رو کشیشه خبر داشت اون وقت اونجا باش داده بود و دستاشو انداخته بود تو همو به ما زول زده بود حالا کشیش باشه، راهب باشه، اسقف باشه، فرشته باشه، هر کی میخواد باشه، حق نداشت اون جور و به با ما زول بزنه. اونم اون همه وقت که انگار یه سال آزگار به ما گذشت. یه سال نه البته، یه روز تموم. چون چشم تو ببندی و باز کنی، یه سال گذشته، اما جون آدم در میره تا یه روز به آخر برسه. یه روز از صبح تا شب. منم ویرم گرفت بهش زل بزنم و زدم. دسته اصل هم رو محکم تو دستم گرفتم و سرم و تکی دادم به میده ها. اما اون خودش عقب نکشید. فقط شمع نظریشو که تو دستش بود بالا گرفت. صورتش روشن روشن شد. صورت زمختی بود. سرخ و قلم به پیش دو... پرسید کی اونجاست؟ صداش انگار اتای چا میومد. گفتم گتولیو پای تخت او یک اون وقت من اینجا دارم من گرما علاق میشم و تو اون دری کسافت با نمی کنی اگه معمولیت ما شکست بخوره دودش تو چشم تو هم میره هر چی دیدی از چشم خودت دیدی که پرسید نستور مرده از سر جاش تکون نمیخورد. گفتم نستور به این سادگی ها نمی بیره. خیال میکنم همین حالا داره حساب خیلی ها رو میرسه اونجا تو مزرعش یک کشت کشتار حسابی را افتاده چون به زور میخواستم وارد بشم. من از سیر تا پیاز ماجرا رو برات تعریف میکنم چرا در وا نمیکنی اون وقت کشیش در وا کرد رفتیم تو یه سگ اونجا بود یه تفنگ دلول از شونه کشیش آویزون بود گفتم میخوای با این شلیک کنی گفت اگه لازم شد ولی من تو کلیسا تیراندازی نمیکنم چون اون وقت دیگه اینجا اسمش کلیسا نیست کسی تو کلیسا آدم نمیکشه ولی خیلی ها این دور برن که بعدشون نمیاد کلیسا رو محاصره کنن اینه که قدم با دوشا رو مراقب باشه حالتش جوری بود که انگار با خودش حرف میزد بالا رو نگاه میکرد پایین رو نگاه میکرد البته بیشتر بالا رو نگاه میکرد بعد دستاشو گذاشت پر کمرش گفت همه زانو بزنن زانو زدیم فکرش نمیکردم اما رو اون همه دعا بلد بشه بخونه خودم داری قضیه دعا بعد کشیش گفت خفشین من باید دعا رو بخونم ناچار شدیم دهن بند اون آشغال رو وا کنیم چون حیوان نمیتونه حرف بزنه چه برسه به اینکه دعا بخونه آمارو میخواست دهن بندشو رو وا کنه اونم یه ریز زنجموره میکرد کشیش من جلو شمدون رو بالا گرفت و گفت چه بلایی سر این مادر مرده آوردین گفتم خودم حسابش رسیدم آره درست میشنفید بعد کشیش شروع کرد به دعا خوندن اون نفله هم به خود سلیب کشید و دهنش جنبید من روی نیمکت نشستم و منتظر شدم دعا تموم شه دلم میخواست بگیرم بخوابم اما فکر میکردم کلیسا جای خوابیدن نیست برای همین سعی کردم خوابم نبره بالاخره کشیش لا بلای ها را افتاد آروم میرفت. گفت باید برای این بیچاره آب نمک درست کنیم بده کنه بعدش هر سه نفرتون رو ببرم تو اتاق کوچولوی طبقه بالا کشیش مثل گلدارا را میرفت دیگه داشتم از پا در گفت فردا دنبال این کار رو میگیریم گروبا فعلا کمک کن این مریض رو ببریم بالا مریض کدومه همین وقت دارم زیر خنده چون راستی راستی دیدم اون آشغال کله مریضه دک و که به مریضا میخورد از بس من دیدم دلم درد در گرفت گفتم راستی تو مریضی حرف بزن آشغال کله خبر مرگ چه پوزه ای پیدا کردی یعنی پوزه سگ شده معلوم بود که تشنه خونمه معناش این بود که دیگه نباد زنده میموند کشیش بهش آب نمک داد دو سه بار قلقله کرد بعد رفتیم بالا به آمارا گفتم راستشو بگو وقتی دیدی اون آدمای دولت اومدم تو مزرعه نستور نترسیدی یه لشکر آدم بودم ببینم این اتو رو دم در کلیسا نمیگی یه وقت نیروی ضربت میریزن اینجا یکی از ما دوتا باید بیدار بمونه آره این کار لازمه آره کجا چه اتفاقی داره میفته برای همین که این سفر ما این همه طول میکشه تا اونجا که میدونم باید از اینجا بزنیم به چاک این آشغال مریض رو باید تناپیچ پیچ کنیم بچه تو صندوق عقب و راه بیفتیم آیا ما رو اگه از من میپرسیم میگم باید بریم تو بارادوس منتظرشیم تا دستور برسه اونجا هیچ که دنبال ما نمیگرده هیچ که به فکرش نمیرسه که ما درست اون دست رودخونه آراکاجو گرفتیم نشستیم شاید هم بذاریم بر فردا درست نمیدونم ما هم عجب زندگی بیخودی داریم رو. یه لحظه نیست بتونیم آروم بشینیم حالا خودمونیم کار دیگه هم از اون ساخته نیست این تخت چرمی هم گرده واسه آدم نمیذاره تو چطور آمارو؟ گرده درد نمیگیره؟ هیچ که حرف نمیزنه صدا از کسی در نمیاد خیال میکنم این منم که همش دارم حرف میزنم دست خودم نیست دلم میخواد حرف بزنم هرچی تو دلم هست بریزم بیرون به نظرم تو قبل از مردن باید یه بند حرف بزنم تا بتونم دلمو خالی کنم آیا ما رو؟ خبر مرگ تا سرت میذاری زمین خور و پفه توا میره فکر میکنم هر کی برای توی تله بذاره راحت از پسش برمیاد چون عین خیالت نیست امشب انگار خواب خیال نداره سر وقت من بیاد نمیدونم چطور تونستیم از مزرعه نستور فلنگو ببندی اونم بسط اون علمشنگه که به پا شده بود بسط اون تیراندازی اون شب نستور از بیرون که اومد گفت یه چیزی رو میدونی من چه میدونستم از کجا خبر داشتم وقتی وقت نستور توتون ریخت تو پیپشو گفت من بیست نفری آدم اون بیرون تو مزرعه جمع کردم یکی هم فرستادم اونها رو مسلح کنه حالا میخوام بدونم وقتی نیروی زربت وارد شد میتونن از پشت خونه درین گفتم نیروی زربت چیکار به کار ما داره نستور گفت ادوالدو حرفی نزده اما من خیال میکنم تو پایتخت نظرشون عوض شده نیرو فرستادن زندونی رو خودشون ببرن گفتم اینو این آشغالو مگه خوابش رو ببینن یا مردش رو ببرن همین نستور دوست رئیس بود فکر میکرد اگه نیروی ضربت بیاد تو زمین های اونو بخواد زندونی رو ببره به اون بی اعترامی شده این بود که میگو باید سب کنیم نیروی زربت سر چهار برسه بعد ما جروشون در میاییم و شما را میفتیم میرین تو کلیسا پناه میگیریم میگو وقتی یکی میخواد به زور بگه دست خودم نیست قاطی میکنم باید از این نیروهای دولتی حسابی پذیرایی کنیم بعد ما شروع کردیم پلکیدن تو مزرعه و جادر رو پاییدن هوا خفه بود اون دوردورا بوتهای سیخسیخی جلو چش آدم بود همه جا ساکت بود پشا و نبودن اون وقتی دیدم اون سوتوانه با دستمان سفیدش اومد جلو با نستور حرف زد بعد چشمش افتاد به من از اون بالتقا بود حرف که میزد صداش جیغ جیغی بود من تحمل این جور صدا رو ندارم رو کرد به من و گفت این گروگان بیادب یه آدم رو تو پاولو آفونسو گرفته آورده تو مزرعه شما گروگان گرفته من مأموریت دارم اون بابا رو با این گروبان و رانندش بگیرم ببرم دولت از سر اینجور کارهای خلاف قانون نمیگذره نستور ابروهاش تو هم رفت ولی مدت زیادی چیزی نگفت گو این که صدبانه یه ریز میزد و همی گفت وقتی برای تلف کردن نداره بعد نستور به صدبان گفت میخوام ببینم سرکار حکمی چیزی دارین که نشون بده میخوان این سه نفر رو ببرین یا سرخود باشده اومدین اینجا سطبان گفت چه حکمی؟ دستوری داده شده و منم قرار اجراش کنم نستور گفت خیلی خوب و به زمین نگاه کرد وقتی کسی مثل نستور موقع حرف زدن به زمین نگاه کنه معنیش اینه که نمیخواد طرف تو چشمش بخونه قصد داره بعد چیکار کنه نستور به دروازه مزرعهاش تکیه داد و گفت این در به زمین های من میرسه و فقط آدمایی حق دارم ازش رد چند که من اجازه داده باشم. اینجا بود که من بوی جنازه به دماغم خورد و فهمیدم یه خبرایی میشه. سطرانه از رو نرم. گفت این چیزا ربطی من نداره. من همینقدر میدونم که دستور دارم اون سه تا آدم رو بگیرم ببرم و بدون اونام جایی نمیرم من گفتم من یکی که خیال ندارم از اینجا جون بخورم تو چی آمارو؟ آمارو گفت منم خیال ندارم جایی برم نستور گفت بفرمایی فرمایش دیگه ای اینا مهمون منن و میگن دلمون نمیخواد از اینجا بریم در ذهن خبر دارم که با یه گروه سرباز مسلح را افتادی اومدی اما اینو بدون اون رئیس اولاغ تمگه بود اجازه نمیداد یکی اینجوری سرش بندزه پایین و وارد خونه یه آدم متشخص بشه و بخواد مهموناشو به خودش ببره سطفان گفت نگاه کن نستور ما دنبال دردسر نیستیم به زبون خوش آدمایی رو که گفتم تحویل میدی ما هم را میفتیم میریم نستور گفت خواب دیدی خیر باشه نمیدونم کی اول شلیک کرد اما اون سطفانه سود زد و یهو اوزا قمر در اغرب شد نستور یه ریز شلیک میکرد و عربده میکشید گرد و خاکی به پا شده بود که اون سرش ناپیدا بود اما اون از شیش گلوله که من به دست چپ طرفش فرستادم جون سالم به در برد بعدش دیدم وسط دو تا درخت گیر کرده و از هر طرف معاصره شده گویی که نیروی زربد در پشت سر هواشو داشت و مرتب تیراندازی میکرد از منو جذب کردم برم طرفش دلمو زدم به دریا صدای گلوله گوش و آدمو کر میکرد ذره ذره به ستوان نزدیک شدم نستور چند تیر شلیک کرد و گرد و خاک هوا کرد من جلوتر رفتم و دیدمش دور دهن و دماغش دستمال بسته بود منم یه مش خاک برداشتم پاشیدم تو چشمش اون خنجرش از کمرش کشید همونطور که چشماش بسته بود چپ و راست و جلو و عقب باش هوا رو میشکافت همین موقع چشمم افتاد به یه گل به سنگ بزرگ ورش داشتم و محکم کوبیدم بیخی دماغش صدای خورد شدن و استخوناش دلم و خونک کرد بعد مدتی به خنجر نگاه کردم که حرکت رو زمین افتاده بود بعد هیکلش کشون کشون از دروازه بردم تو و اون وقت با خنجر سرشو بریدم کار آسونی بود همین الانم هم که فکرشو میکنم نمیدونم چطور زنده موندم چون تیراندازی یه بند ادامه داشت دیگه نباد اونجا میموندم مسئولیت داشتم اون رو با خودم ببرم تا اون وقتم کلی دیر شده بود صبح زود همه از خواب بیدار شدن باز چشم افتاد به این کشیشه کنار پنجره ایستادم و از لای کرکرها بیرون رو نگاه کردم سرم گیج میرفت کشیش اومد تو و گفت باید صبر کنیم چون یکی رو فرستاده پیش چند نفر یعنی پیغام فرستاده باید چشم را بمونیم بعد یه دفعه قاطی کرد و گفت گند کار بالا اومده دو را بیشتر نداریم یا باید این فرق را همینجا خلاص کنیم یا ولش کنیم بره با این وضعی که پیش اومده نمیدونم میشه اون رو برد پایتخت یا نه به خصوص با این وحشیگری هایی که کردیم دندونای این مادر مرده رو کشیدیم سر یه افسر رو بریدین نمیدونم آخر آقاوت این کار چی میشه بعد نشست رو چارپایه و به اون نفره نگاه کرد و ادامه داد تو آراکاجو آدم های زیادی چشم رای شما هستن راستش خیال دارن همچی که پاد برسه اونجا آبکشت کنن اون بابا رو هم از چنگ در میارم فکر نمی کنم رئیستم به تو حمایت کنه به نظرم بهتره بری یه جایی قایم شی گفتم من برم یه جا قایم بشم چطور این کارو بکنم وقتی یه کار دیگه ای دارم که باید تمومش کنم برای این کار من حقوق میگیرم بهم احترام میذارن این دیگرونن که باید برم قایم بشن به قول این زندگی حق ماست نه با آشغال کلهایی که, که میخوان مملکت رو به آشوب بکشن حتی اگه رئیسم از من پشتی نکنه میبرم این جونور تحویل میدم جدی میگم این مأموریت باید تموم بشه بعدش هر که هر خاکی میخواد سر خودش بریزه اگه اوضاع اینجوریه که میگین خب من صبر میکنم دستور تازه برسه ولی کوتاه نمیام به من میگن گتولیو نه برگ هنوز مادر کسی رو نزاییده که بتونه حریف من بشه جد آباد من همه یک که بزن بودن تو دویدن، عربده کشیدن، تیر انداختن، خوردن و جنگ و دوا هیچ که حریف من نیست. چارده تا گلوله تو تنم اون خم به ابرو نمیارم. اصلا ترس برای من معنی نداره. میخوام بگم من این آشغال به هر قیمتی که هست میبرم آراکاجو و تحویلش میدم. هر که ندونه خیال میکنه من خوشم میاد اینجا تو طلاقه دوم خونه کشیش جا خوش کردم. دست خودم نیست وگرنه تا حالا صد باره زده بودم به چاک. حتی دست دارم پیش نمیره اصلاح کنم. کشیشه وسایل بازی دومینو و تخت نرد برامون برد اینقدر من و آمارو بازی کردیم که باز خسته شدیم این بود که کشیشه رو صدا زدم و گفتم من فقط تا فردا اینجا میمونم کسی هم نمیتونه جلو منو بگیره کشیش خندید و از پلا رفت پایین منم مثل گاف تنها موندم نمیدونم انگار دارم پرت و پلا میگم معلومه که حسابی و سر رفته و منتظرم یکی بیاد خبر بیاره که من چیکار باید بکنم بیشتر از این دیگه نمیتونم تحمل کنم به خدا میگم نامردم اگه همین فردا نظرم برم هر اتفاقی هم میخواد بیفته بذار بیفته کشیش باز میاد میخواد یکی دوتا دعا یادمون بده من و رو خودمون رو سرگرم میکنیم حواسمون رو جمع دعا میکنیم تا یاد بگیریم اون نفله هم خودش رو با ما میکنه میخواستم باز در دهنش ببندم چون میترسیدم یه وقت داد و بیداد کنه کمک بخواد اما کشیش گفت نیازی نیست هرچی دلش میخواد بذار داد بزنه کسی اینجا صداشو نمیشنفه اما من به او گفتم آی آشغال اگه داد و هوار کنی میگم اینقدر ناقوس بزنم تا صدات خفه بشه اصلا میگم همینطور یه بزنم تا من سر فرصت یکی یکی باقی مونده اون دندونات هم بکشم تا دیگه به سرت نزنه داد بزنی مردم خبر کنی. خیال نکن به کشیش که نگاه کنی برات کاری میکنه. اگه اون حرفی هم از آزادی تو زده برای دل خودش زده. کاری به تو نداشته. خیال تخت. من تو رو میبرم آراکاجو تحویلت میدم. میندازم توی سگدونی و حالت جا میارم. دیدی چطور سر اون ستوان عوضی رو گوشتا گوش تا گوش بریدم؟ اگه اونجا کسی بخواد جلو منو بگیره رحم بهش نمیکنم. میخواد درجه داشته باشه میخواد نداشته باشه همینطور خود تو رو میدم کلت بتراشن و ازش یه توپ فوتبال درست حسابی درست کنن تا من و آمارو باش بازی کنی اون وقت که چیچه گفت سرگروه ها ما بازه باش جوش نیاری گفتم دیدن این حیوان من از کوره به در میبره اونقدر عصبانی میکنه که دیگه تحملم تموم میشه و کار دم بزنی خونم در نمیاد گفتم دیگه نمیخوام بیخترین این رو ببینم دلم میخواد زار بزنم چون تحقیق خودم رو نمیدونم این مأموریت نصف نیمه داره منو دیوونه میکنه هی میگن این کارو نمیتونی بکنی اون کارو نمیتونی بکنی چرا نمیتونم کی حق داره جلو منو بگیره گاهی کشیش منو سرزنش میکنه و ازن میخواد در دهنمو ببندم و اون تفنگ دلول قطرناکشم باهاشه من یکی دلم نمیخواد تو رو کشیش وایسم دم به ساعتم میاد میگه زانو بزنیم دعا بخونیم راستش دعا بیشتر به درد این نفله میخوره تو ما چون این آخریا زندگی خیلی به کامش نبوده حالش خوب نیست روز به روز داره ضعیفتر میشه و دیگه نمیخواد سر و صورتش بشوره بو میده به کشیش گفتم فردا صبح پیش از آفتاب بلند میشم راه میفتم و از اینجا میرم آمارو گفت من قول هیچ رو نمیدم ما اصلا نمیدونیم گالونایی را که بنزین کردیم هنوز اون پش هستن یا نه این دوروبرم یه مثال بنزین پیدا نمیشه و یه عالم دنه من, من دیگه در آمارو همیشه همینجور بوده مهم نیست اگه این به بنزین تموم کرد بلش میکنیم و پیاده میریم خیال نمیکنم کسی دنبالمون بیفته کشیش گفت تو حق نداشتی سر اون سدمنه رو ببونی... حالا فراری به حساب میای و کار زیادی برات نمیشه کرد این حرفا کدومه میخوا ببینم کی امروز دیگه به درجه اهمیت میده یه اتفاقی افتاده خب افتاده دیگه البته خودم میدونم که از خیلی چیزا سر در نمیارم اما نمیذارم کسی بو ببره من خرم و چیزی حالیم نیست به نظر من تو این دنیا فقط من هستم و رئیسم البته آدم های دیگه هم هستن ولی داخل آدم نیستن خیلی دلم میخواد میتونستم همین حالا رئیس رو ببینم اون بهم دلگرمی میده تکلیف خودم رو نمیدونم من بدون رئیسم هیچ نیستم مغزم کار نمیکنه الان فقط اینو میدونم که باید این آشغالو ببرم آراکاجو تحویل بدم چهار نفر پاشیدن اومدن اینجا یکیشون گنده و کچله دومی هم یه دندون تلا تو دهنش برق میزنه اون دوتای دیگر هم نمیشناسم گز و کم نشستم پشت میزم و پاهامو دراز کردم و وانمود میکنم حواسم جمع نیست اما اسلحه قدیمیم رو زیر نیمتنم گرفتم و آماده شلیکم ظاهرم هیچی رو نشون نمیده اما اگه انگشتم حرکت دادم دک و پوز طرف رو آشلاش کردم من بیشتر از اینکه به حرف کسی گوش بدم فکر اینم که چطور میتونم چش کنم یکیشون که سیبیل داره میگه پس سرگروبان زده یه ستوان رو کشته و سرش هم بریده فکر میکنی اینجا قانون جنگله شهر هرته گفتم کاری رو کردم که باید میکردم اون فوش ناموسی به انداد تقصیر خودش بود بعدش هم من سرش نبریدم یه بابای دیگه بود یادم نمیاد کدوم بابا آخه اونقدر گرد و خاک بود که چشم چشما نمیدید من آدمی نیستم که سر یه سلطمان رو روز روشن گوش تا گوش ببرم حواسم به هر چهارتاشون بود بیشتر هوای اونی رو داشتم که هیچ حرف نمیزن کچله گفت سر گروبا. اصلا از اولش کار اشتباه بوده اشتباه بوده که تو رو فرستن بری یه آدم ورداری بیاری خب اینطوری میشه که هممون میافیم تو درد سر. گفتم این حرف مال کیه؟ رئیس؟ گفت آره دیگه نمیشه چیزی رو لاپوشون کرد و از فرق کرده گفتم اگه رئیس گفته چرا خودش پانه بیاد جواب منو بدین خب معلومه چرا چون نمیخواد کسی بدونه که اون پشت تمام این کارا بوده نیروهای فدرال دارن میان تصمیم اینه که این بابا رو آزاد کنی خودت هم بری رد کارت جایی که اثری از آثارت نباشه خودت رو گمگور کن بقیه کارا رو خودشون تو آراکاجو حل میکنن من خودم رو نمیکنم این دیگرون هم که باید برن خودشون رو گم و کنن تازه اگه من این بابا رو آزاد کنم میدونم که شماها با اون میفتین دنبال منو دستگیرم میکنین و همه تقصیرها رو گردن من به قول شرف میدی قول شرف مال خودتون امروز من خودم تصمیم میگیرم چیکار کنم شما تشریفتون رو ببرین من میمونم با کشی شرف میزنم بعدشم یارو رو آزاد میکنم اما تا وقتی شما اینجا هستین هیچ کاری نمیکنم اینم بدونین که نمیتونین منو بترسونین من با خیلی گنده تر از شما دهن به دهن شدم دستای من صاف رو اصل همه خطا هم نمی کنم. در زم آمارا هم اونجا بالای نردان نشسته و چیزی پشتش قیم کرده که وقتی منفجر میشه کلی سر به داغ پخش میکنه شما میگین رئیس دیگه حسابی با این بابا نداره خب منم باور میکنم این بابا را آزاد میکنم اما نه تا وقتی که شما اینجا هستین بنابراین انتظار دارم شما آروم تشریف ببرین تا منم کار رو بکنم همین نمیدونم چطور جرأت کردم این حرفا رو بزنم ولی بالاتر از سیاهی که رنگی نیست وقتی دیدم راشون رو کشیدن رفتن و حالاست که باید من تصمیم میگیرم یه دفعه دیدم راه پس و پیش ندارم دست و پامو گم کردم یعنی من و آمارو تو این دنیای به این بزرگی تک و تنها مونده بودیم اما شاید پیغام قلابی بود در این صورت فقط با بردن این آشغال با آراکاجو میتونستم بفهمم قضیه چه قراره ولی از طرفی شایدم پیغام درست باشه و رئیس از دستم شاکیشه دست دست کردن چیزی رو حل نمیکنه آره بهتر به خودم ببرمش من آدمی نبودم که کاری رو نصف نیمه بذارم حتی شده از راه و بیراهه میرم تا این بابا رو برسونم به مقصد اگه سر رام کشیشی کسی ازم پرسید دلت میخواد پیر و احمق بشی بعد بمیری یا دوست داری تو جوانی قهرمان بمیری رو گراز میگم میخوام مرد بمیرم دیگه نمیخوام اینجا اونجا آواره باشم جناب کشیش ممنون ازتون به خاطر قضا به خاطر جا و حرفایی که سرتون رو درد بود اگه میشه این تفنگتون رو از آمارو نگیری خیلی عاشق شده و نمیتونه از خودش دورش کنه میدونم شما راحت میتونین یکی مثل اون رو از هر جا که شده گیر بیاری من از همون دری که اومدم از همونم میرم بیرون شب و روزتون خوش بنزینمون تموم شد و اتلمون مثل خرمون تو گل از ماشین پیاده شدیم و برمون رو نگاه کردیم نمیدونستیم کجا هستیم به اون آشغال گفتم از این جوابت باید پیاده بریم من فقط اصلا همون میتونستم با خودم ببرم آمارا هم اصله خودش رو تفنگ دلودی رو که برقش میندازه و حتی بوش میکنه این آمارو عین برادرمه چون تنها آدمیه که فکر نمیکنه من بالا خونم اجاره دادم راستش انگار بفهمی نفهمی مغزم پیچ و تاب برداشته هر که دیگه هم بود همین وضع پیدا میکرد با این بدبختی هایی که من کشیدم و آدمای آشغالی که افسارشون کردن وضع به این نمیشه این آشغالم راستی راستی خیلی ضعیف شده و به من آویزونه خیلی دوست داشتم اسمش را از یاد ببرم و دستش راحت شم. اما اسم این آشغال هیچ وقت یادم نمیره همینطور داریم میریم گاهی البته اون از سر جاش تکون نمیخوره اون وقت مجبور میشیم مثل قاطر بهش مهمیز بزنیم گاهی من گاهی آمارو البته آمارو محکم نمیزنه نمیدونم چه مرگش شده آخه اگه به این نفله مهمیز نزنیم که راه نمیره اون حق نداره تو این برهوت ما رو معطل کنه خبرشو دارم که یه آدمایی دارن ما رو دنبال میکنن اما من حوصله بزن بزن ندارم چون هدفم اینه که این رو به آراکاجو برسون حتی اگه شده کشون کشون تورا بود که روزا می میرفتیم و شبا آمارو برامون قصه میگفت قصه های علکی و نصف نیمه که فقط وقتمون رو پر میکرد مشکل دیگه اون خوراکی بود جورت نداشتیم نزدیک خونه ها بریم مبادا لومون بدن این بود که همیشه گشنامه بود یه بار آمارو یه مارمولک شکار کرد گوشت مارمولک شبیه جوجه کبابه اما یه کم لیزه روز دوغال کبابش کردیم ولی نمک نداشتیم دو سه تیکه هم به اون آشغال دادیم کوف کنه مارمولکه اندازه یه بوزمجه بود اولش قل کردم آشغال کله به اونو میاره نمیخوره اما نه حرفی نزد و خوردش حتی اگه بازم بهش میدادیم میخورد بالاخره رسیدیم به خونه زنی به اسم لوزینت خیلی وقتی میشناسمش میونش با من خوبه چاق و قد کوتاز زن مهربونه وقتی رسیدیم هنوز شب نشده بود تاریک روشن بود همینقدر وقت کردم بهش بگم کارمون چیه چی کار میخوایم بکنیم آمارو رو برد خوابون روی هستیر آشغال رو هم بست و یه نعنو هم به من داد اسم اینجا باس گاهی میرم یه دوری توش میزنم سوار اسب میرم هیچکس جرأت نداره نگاه چپ بهم بکنه هرچی باشه به من میگن گتولیو اصلا نمیدونم چرا الان راه افتادم دارم این بر اونور میرم شاید دلم میخواد یکم گرد و کنم یه همچی چیزی میخوام خودی نشون بدم تو اینجا یه پادگان درب و داغون هست که یه طرفش دیوار نداره از اینجا خوشم میاد دلم نمیخواد بذارم برم آمارو هم که دیگه نگو آبی زیر پوستش دویده میاد و میره و سوت میزنه خیلی بهش خوش میگذره حالا دیگه به هیچ فکر نمی کنم. به نظرم همه چی جوره گاوی هم که اونجا داره میچره برای من میچره دیگه از این بهتر نمیشه برای همین چیزا هست که از اینجا دل نمی کنم. یه نفر به آمارو گفته تو پادگان یه مسلسل هست باید برم اونو بردارم بیارم هم ببینم راست راستی اینجا مسلسل هست هم نبز کارا دستم باشه از هم میدونی میخوام چیکار کنم فکرم اینه که همینجا موندگار بشم این آشقار رو حسابی تناب بیچ کنم و دیگه از تو فکرش بیام بیرون تا مغز اون رو از کار بیفته چه بشه خشک بشه و چیزی ازش باقی نمونه یا بهتره ببرم یه جا اون پشمشتا خاکش کنم و قال قضیه بکنم بعدم زن بگیرم و بچه دار بشم. بعدم که فکر میکنم میبینم بچه دار شدن ممکنه اولش کمی خوشایند باشه. اما آدم تا چشمش رو به هم میزنه بچه بزرگ میشه و درد سراش شروع میشه. اولین اتفاقی که میفته اینه که بچه مدام دلش میخواد چیز بپرسه و آدم هم نمیتونه یا دلش نمیخواد خیلی از اون سوالاش رو جواب بده. بچه خیلی چیزا میخواد بدونه که آدم نمیدونه بهش چی بگه. از این گذشته زن بعد از بچه به دنیا آوردن دیگه مثل قبل راه نیست و خیلی چیزا دلش میخواد برای خودش حق و حقوقی قائل میشه و یه یعنی سوالاتی میپرسه خیلی چیزا دلش میخواد و به زبونم هم میاره نمیدونم فکر کنم من برای این کارا ساخته نشدم زن برای اینکه بخواد کنار آدم بمونه هزار روی یه درد سر بر آدم درست میکنه اون وقت من چی دارم خبر مرگم فوق چندی که زمین کار میتونم بکنم تنها کاری که ازم برمیاد اینه که راه بیفتم تو این زمین ها و از صبح تا شب جون بکنم از اون طرف زنم هم این میخواد بزاد و ونگ و ونگ بچه گوش آدم رو کر میکنه و اوقاتش رو میکنه بعدش هم که آدم باید غزل خداحافظی رو بکنه و همه چیز تموم بشه بره به کارش پس همه این کارا چه معنی میده به این بدبختی ها چی میگن پس بیخود نیست که من یه جا بند نمیشم چون وقتی آدم امروز اینجاست فردا جای دیگه فکر هیچی رو نمیکنه وقتی هم فکر هیچی رو نکردی چیزی حالید نیست و وقتی هم که چیزی حالید نبود دنیا رو آب ببره تو رو خواب میبره همین خب من الان دامن سیاه لوزینه تر پوشیدم البته که ادمش تو شلوارم تو کسی متوجه نشد دامنه سوار قاترم شدم و مهمیزام هم وا کردم تا جیرینگ جیرینگ نکنن یا زیر نور ماه که اون بالا پیداست برق نزن الان نزدیک کلیسا هستم و دارم به صدای مروهای پشخار گوش میدم که انگاری جش را انداختم انگار یکی هم داره جوابشون رو میده جوابایی که پدری به پسرش میده یا مادری به دخترش آره همینه که میگم این سر و صورتی که من الان دارم شکل لولو شد آره آیا ما رو اگه من دندون طلا داشتم دیگه شکل و شمایل خود شیطون رو پیدا میکردم خودم جرأت نمی کنم خودم رو تو آینه ببینم. به خصوص با این مرغای پشخاری که این دور رو بر کردن. تو این خونه های دور و اطراف تا بخوای جغد هست. جغدم که موش رو اینجور جونه برای موزی رو میخوره حتی من خیال میکنم جغدا اگه خوب نگاشون کنی جونه برای قشنگی هست. مشنگتر از اون خروس که الان پیداشون نیست. اما رو دیوارا گرفتن نشستن نمیدونم چرا جغدا صورتشون کرک و داره و من یکی خوشم میاد به کرک و پرزشون نگاه کنم اما از این مرغای پشخار که این منبرای کسیفشون رو به هم میزنن و سر و صدا را میدازن خوشم نمیاد هیچ وقت نگاهشون کردی؟ یه جا میشینن جمعه میخورن هی جلوشون رو نگاه میکنن و منبارشون رو جوری به هم میزنن که انگار دارن چککشی چیزی میکوبن یا مریم مقدس تحمل این سر و صدا رو ندارن منقاراشون جوریه که اگه بذاری انگشتت بلفتی لفتی از میکنن یعنی میدونستی آره میتونن اما کارش نمیشه کرد شبا هر جو بری مرغ پشکار هست ردخورم نداره امیدوارم لاقل حساب این خفاشا رو برسن خفاشایی که سلاف سنبایی های کلیسا رو پر کردن من از خفاش بدم میاد چشم دیدنشون رو ندارم فقط به این درد میخورن که آدم باهاشون تمرین تیراندازی کنه اونا وقتی خودشون مثل زنگوله از یه جایی وارونه آویزون کردن البته آدم یه بار بیشتر نمیتونه شلیک کنه چون با همون شلیک اول همه می میزنه به سرشون آدم دیگه نمیتونه بهشون تیراندازی کنه از اون همه سر و صدا آدم سرسام میگیره دست جمعی که پرواز میکنن جیغ و بهشون سر آدم رو میبره اگه دست من بود یه دونه زنده نمیذاشتم اگه خفاش به یه جام بخوره دلوده میاد بالا کاری که میکنیم اینه که منو تو کنار هم به اینجا پشت میدیم و صبر میکنیم چراغ گیشه مامور عوارز خاموش بشه چون چبا بیدار میمونه و کتاب میخونه حتما تو این کتاب ها نوشتن که چیکار کنه تا مردم رو بیشتر سرکیسه کنه با حسی بیدایی مسخرش اینم بگم من از چیزی که بدم میاد اینه که سوار قاطر بشم دقت کردی که این قاطره حال شهر خرابه حال خوشحالم که این شهر خیلی زود از سر و صدا میفته و اگه به خاطر این معمور عوارز الدنگ و اون چراغش نبود من هزار باره رفته بودم تو اون خونه ای که مثلا پادگانه و مسلسل رو برداشته بودم آورده بودم تو که فکر نمی کنی رفتم تو اون خونه و برداشتن اون مسلسل دزدی باشه بلند کردن ای چیزی از پادگان ممکنه جنایت باشه ولی دزدی نیست نمیدونم چرا این مأمور رو آشغال بلند نمیشه بره اگه خیلی معطلش کنه مجبورم با این اسلحه بزنم دخلش رو بیارم پسر دل تو دلم نیست تا اون مسرسد رو ببینم چطور شلیک میکنه و زمین و زمان رو به هم میدوزه از بس منتظر شدم دیگه دارم جوش میارم شیطونه میگه الان را بیوف برو اون در رو برو تو پادگان کاش اسب داشتم نه این باطل مفنگی فلک زده کاش سواره یکی از اون اسبایی بودم که سومشون عین چوب پنبه نرمه الان هم کسی نمیتونه جلو داره من باشه اگه یکی از اون بیکارهای پادگان منو به جا بیاره حسابش میدارم که به دستش اونایی که بخوان داد و هوار را به و زور بازوشون رو نشون بدن سر جاشون میشونن من دست شیطون رو هم پشت میبندم همچی که توفنگار آویزون کردم و به تاخت از در اومدم بیرون آمارو هم به سرعت برق از پشت درختها آمد بیرون سوار یه قاطر بود و یه قاطر رو هم میکشید میآورد سر و صدایی را انداخته بود که گوش آدم رو می اون بابا معمور و عوارز هنوز روشن بود. زنا از هر گوشه ریخته بودن بیرون و جیغ و میکردن. ولی یه مرد زیر به تن از اون تو اومد بیرون و وینچسترش رو گرفت طرف ما. داد کشیدم آمارو هوای خودتو داشته باش. آمارو حرفی نزد. افسار قاطر و پیچون دور پاشو و این چرخی خورد رو گرفت بالا و طرف اون یاروی تیر شدی کرد اما بهش نخورد به سقف بالای سرش خورد و خاک و خل همه جا رو برداشت سربازا که ریختن بیرون فهمیدم عدهشون یکی دوتا نیست چیزی نمونده بود منو بگیرن علت اینکه نتونستم بگیرن این بود که اولش خیال کردم من روح هستم و دیگه اینکه شب بیخیال گرفته بودن خوابیده بودن و فکر همدره نمیکردن اولش وقتی وارد شدن لای در رو واز گذاشته بودن چون هوا داغ بود در کسافت غژجی صدا کرد و من یواش یواش سرم بردم تو این ور رو دید زدم یه سیاه مفردری اونجا خواب بود وقتی در صدا کرد سرش بالا بود گمونم بهش گفتن کسافت از در جا تکون نخور چون این کار تیغش مصنوم و در جا می این حرفا رو تو گوشش گفتم تا سر صدا نکنه دلم نمیاد بکشمش اما در دهنشو گرفتم تا داد نکشه داشت نفس نفس میزد و پاهاش مثل بید میدرزید نوک کاردم و فشار دادم رو سینهش طوری که خون بیرون زد و گفتم زود بگو بینم اسلحه خونه کجاست انگار نمیتونست جواب بده دستشو گرفتم بلندش کردم ریزه میزه بود گفتم منو میبری اونجا چون چند تا چیز میخوام بردارم خوش رسیدم به اصله خونه کدوم علنگی گفته بود اینجا یه مسلسل دارم فقط چند تا تفنگ کهنه آویزون بود که من یکی یکی برمیداشتم از شونم آویزون میکردم که یهو چند تا سر اومد تو فکر کردم کار درست اینه که عقب عقب برگردم عدهشون زیاد بود یه لگت زدم به سیاهه و هلش دادم رو بقیه و به تاخت خودم رسوندم به در برای هیچ و پوچ خودم رو به کشتن داده بودم تو همین ایس و بیست آمارو رو دیدم دم در منتظره یه نفر تو ششوبش بشه کردن کردم بود که خودم رو پرد کردم طرف آمارو و رفتم سمت قاطری که آماده بود. دود و آدم بود که از در پادگان بیرون می اومد. از یه طرف دیگه هم به زنا بلند بود. داد زدم آمارو برو بریم. پای مرگ و زندگی در میونه حتی پشت سردن نگاه نکن. مثل گلوله از وسط میدون رد شدیم. شانس گفته بود که قاطر را و بلد بود. فقط باید میذاشتیم بره جلومون واز بود و بهترین کار این بود که مینداختیم از تو جنگل میرفتیم خوب بود که ما درست پیدا نبود و همه جا تاریک بود آمارو پرسید چیزی گیر آوردی گفتم دلم میخواست اون آشغالی رو که گفته بود اونجا یه مسلسل هست گیر میآوردم مادرش رو عزاش میشوندم فقط همین تفنگای کهنه بود و چند تا قطار که ارزش نگاه کردن هم نداشتن عده اونا خیلی زیاد بود چون تو تاریکی هر چی می دیدی کله آدم بود که این ورانور بر میرفتن میتونستن همشون رو ببرن به گلوله کار ساده ای بود چون دست خالی بودن حالش شکارایی رو داشتن که توی زمین بایر ول شده باشن اما دلم نیومد حالا که اینجا هم به خودم میگم بهتر همینجا بمونم ولی باز دو دلم مثل وقتهایی میمونه که آدم خوشش میاد به صدای آکاردونی که یکی داره میزنه گوش بده ولی یه وقتی که آدم دلش میخواد بگیره همون بابایی رو که داره آکاردون میزنه لط و پار کنه نمیدونم چرا یه درجه درست حسابی به من نمیدم آخه من چمه یا چیم از دیگر اون کمتره که باید گروهبان باشم کم نصف شب آدم از تو تخت خواب بیرون کشیدم کم آدم کشتم اگه اینا خدمت به این مملکت نیست به قول رئیس پس چیه وقتش رسیده که یه درجه حسابی به من بدن سروان؟ سرگور؟ چرا جنرال نه؟ جنرال گتولیو؟ تا وقتی از دور سر کردم پیدا میشه بگن بری نقب النگا صد مبر نکنی گتولیو داره میاد جنرال گتولیو اشکال چه لبخند نمیزنی اون اخماتون هم هر که به شما آشغال کلا نگاه کنه خیال میکنه از مجلس اعضای باباتون اومدین ناسلامتی ژنرال داره رد میشه کشکی که نیست لزینه میگم چطوره برم نماینده بشم و سیگار برگ بکشم آمارا هم شوفرم بشه منو میبره این ور بر. ها چطوره فکر خوبی نیست اگه نماینده بشم نونمون تو روغنه هر لباسی بخوایم میپوشیم هر جا بخوایم میریم هر کار بخوایم میکنیم بعد من را میفتم میرم تو مجلس این آشغال کلدرم با خودم میبرم به نماینده ها میگم اینو یه جا آویزون میکنم تا همه بتونم ببیننش رئیس که یادت میاد اونم الان نماینده است روشو کرد به منو گفت میری پاولو آفونسو این علنگو میگیری ورمیداری میاری اینجا اون وقت حالا پشیمون شدن و میگن دیگه نباید ببرمش آرکاشو اونم به دستور رئیس اینو باور نمیکن هر کسی دیگه هم بود باور نمیکرد. هر که هر چی میخواد بگه بذار بگه. من یکی تسلیم بشو نیستم. اما دیروز گفتم میرم. امروز نمیدونم. یعنی تکلیف خودم رو نمیدونم. اینجا که هستم شل میشم. پام پیش نمیره. الان مثلا فکر میکنم اینجا میمونم، زن میگیرم و هر سال صاحب یه پسر میشم. دختر نه، فقط پسر. بعدش با اونا تموم زمینای اینجا رو میگیریم و یه لشکر را میندازیم. هر کدومت از پسران واسه خودشون یه زن میگیرن و هر زن پسرای زیاد دیگه ای به دنیا میاره اون وقت ما میشیم ارباب اینجا ارباب دنیا و به دیگرون دستور میدیم بعد که من سرم و زمین گذاشتم جد تموم مردای این دورو برم چشمم که بهش افتاد تکون نمیخورد چشماش واز بود و طوری بود که انگار میخواد تفنگو بیاره پایین پرش کنه بره پشت پنجره شلیک کنه میخوام بگم دست بالا بود چون آستینش به یه میخ گیر کرده بود همونطور به دیوار ثابت مونده بود اول چشماش دیدم چون از پنجره به بیرون نگاه میکردم یه وقت کسی نخواد از در بیاد تو خوبی کاری بود که هیچ کس نمیتونست از پشت بیاد تو چون همه جاش سخره داشت حتی داشتم فکر میکردم کار خیلی آسونه چون همچی که تو جاده پیداشون میشد خیلی راحت میتونستیم بزنیمشون هدفهایی راحتی بودن از طرفی خیال میکردیم میتونیم سر اون نفر از پنجره بیرون کنیم نشون بدیم که اینجاست ولی بارون گلوله بود که میبارید و اونقدر سر و صدا را افتاده بود که انگار داشت دنیا رو به آخر میرسیم همین وقت بود که فکر کردم اگه سر نفر رو لب پنجره تکیه بدیم حتما سر و صورتش آشولاش میکنن و دیگه برامون ارزشی نداره بی پدرا با اون همه آدمی که آورده بودن به خودم گفتم حتما از تموم شهر کمک خواستن تا بیان مچ منو بگیرن ببرن اما کور خونده بودم توفنگ به گذاشته بودم لب پنجره چشم از خر ساختمون بر نمی منتظر بودم سینه اون کور رو که جرأت می کرد یه خودش خودشه برسونه به در هدف بگیرم خیال داشتم دنده سلاخ سلاخ کنم بعد یه دفعه صدای توفنگ آمارو خاموش شد گفتم چیکار داری میکنی؟ اگه پشنگا تموم شده یکی از اون توفنگ های پادگان رو بردار چون زیاد داریم ولی جوابی نداد صدایی نشنیدم این بود که وقتی دوتا تا گلوله تو سینه اون کرد اولاقی خالی کردم که آروم از پشت تیره حسار بیرون اومد زیر چشمی نگاه کردم اون وقت چشمای آمارو رو دیدم قبل سرحال بود یاد گرفته بود چطور دلولو رو دست بگیره آخه کار کردم با اون تفنگ آسون نیست تمرین میخواد نشسته بود رو زمین دو تا زانواش بالا بود داشت لوله های توفنگش رو برمونداخت و ریشه علفی میجوید اولش اون بود که دید یکی داره میاد اون وقت بلند شد وایساد و بدون اینکه حرفی بزنه رفت ریشه علف و توف کرد و همونجا وایساد و گفت یه دقیقه دیگه این در وا میشه اون وقت من جشن را میندازم منم گفتم آره مهمون داریم و از جام بلند شدم یه اسلحه برداشتم و یه وری از پنجره بیرون رو دید زدم دیدم راستی راستی چند تا اشکال مزاحم منتظر چیزی هم. زیر گفتم آی بچه ننه ها آماده که زحمت رو کم کنی قضیه این بود که ما اصلا آمادگیش نداشتیم من تو خودم بودم و داشتم به کارخونه نیشکر شکر و این چیزا فکر میکردم و لزینه هم داشت لباسی رو میدوخت همه چه آروم بود حتی نمیدونستم ساعت چنده چه وقت روزه هیچ صدایی نمی اومد منم اونقدر بیحال بودم که از تو فکر اینکه آشغال کلده رو ببرم آراکاجو بیرون اومده بودم یعنی تو فکرش نبودن این بابا اومده بود ببینه ما چیکار داریم میکنیم و آمارو هم یواشکی میخواست خدمتش برسه شاید اصلا اون بابا مطمئن نبود ما اینجاییم و فقط اومده بود سرگوشی آب بده بره توفنگم رو دست گرفتم لولش رو تکیه دادم به لبه پنجره و به خودم گفتم مثل گنجیش تک تکشون رو میندازم رو زمین آمارو تکون نمیخورد فقط چخمه های داده بود عقب دست چپشم از سنگینی دلول سفید شده بود. همچی که او بابا بنا کرد در و حل بده اما رو کم کم دلول رو گذاشت پشتش تا ما وقت داشته باشیم چیزایی ازش درانیم. اما یهو اون رزل با صدایی تو دماغی داد زد بپایین یه نفر پشت دره. خب دیگه نتونست داد بزنه. چون من خودم رسوندم بهش و با لوله تفنگم چپ و راست دادم تو صورتش. بعدشم با تخت پوتینم کلش رو چسبوندم به زمین و مالوندم تا بیحال شد بعد با نوک پوتینم دوتا تا لگلد جانانه زدم تو پک و پلوش تا کار رو تموم کرده باشم خیال میکنم حساب دستش اومد که بهتره خفقون بگیره و صداش در نیاد به لوزینت گفتم اگر حتی شست پاش تکون داد اون کوزه رو بزن تو سرش و اگه خواست دردسر درست کنه نف بریز روش و آتیشش بزن تا بفهمه یه من ماس چقدر کره میده اون وقت لوزینت یه مش کبریت دست گرفت و چراغ رو هم با کوزه آورد گذاشت بغل طرف بعد نشست بالای سرش زل زد بهش بعد انگار فکر کرد شاید دیر شه نصف نفت چراغ رو رو سر یا رو خالی کرد و منتظر نشست به اون میگن شیرزن از اون طرف بابای دیگه که داشت میومد انگار فرصت نکرد راهش رو کچ کنه و حتما صدای اولین هم نشنیده بود چون شروع کرد در حل دادن آمارو یکم عقب پرید جلو مرد باشتاد و هر دوتا ماشن رو یه جا کشید. سر صورت اون بابا رو یه لحظه دیدم بعد ندیدم. تیکاش پاشید همه جا. گفتم یا مریم مقدس. اما رو چی کار میکنی؟ اگه بخوای اینجوری بکشی دیگه کسی تو جاپراتوبا نمیمونه. بود که فکر کردم اگه راستی راستی یه مسلسل تو اون پادگان خراب شده بود دیگه چیزی نمیخواستم. از همینجا میتونستم حساب همه رو برسم. اما خب نبود دیگه. این بود که وقتی به طرفشون شلیک کردم و پر و پخش شدن تازه فهمیدم که عدهشون کمم نیست کاری که باید میکردیم این بود که یه راهی پیدا کنیم و فلنگو ببندیم اونجا دیگه موندن نداشت ولی انگار اون آدما ولکن نبودن و خیال داشتن هر جور شده بیان تو حالا وقتش بود بهشون نشون بدم که با بد کسی طرف شدن باید کاری میکردم تا جا بزنن بیاین بیاین الدنگاو دست خوش آمارو شیرین کاشتی بابا منو بگو که خیال میکردم تو دلرحمی. الان میفهمم که رفیقم چقدر جیگر داره اگه کسی تو رو ببینه نمیشناسه آه فکر کنم اون بابا که اونجاست همون کل قلمبه معروفه چون رو کلش یه چیز قلمبه بالا اومده دست خوبه خودشم خیال میکنه رودست نداره اما باید خوب گوشاشو وا کنه این منم که تو رو خاک میکنم حالا هرچی دلت میخواد مثل میمونای سیرک این بر, بر بپر خیال دارم یه سلاخ تو تنه درست کنم که یه آدم بتونه راحت ازش رد شه دارم از گوشه پنجره نگاش میکنم هی این بر بر میپره همچی که یه بار دیگه پرید به خودم گفتم این بار باید تو هوا بزنمش همین کار رو هم میکردم حالا دیگه میتونه تعریف کنه که تو هوا زحمت رو کم کرده کسی تا حالا به این تمیزی نمرده اون یکی رو ببین اون شکم گنده میگم باید بزنم دل و رودش رو بریزم بیرون میگم اگه درست بزنن یه عالم آب از تو شکمش بریزه بیرون و لاشش رو به خودش میبره آقای رو ببین چه بلایی سرش میارم لزینت ناراحت نباش صورت حساب این گچایی رو که داره میریزه پای پادگان مینویسن آیا ما رو اگه اون گنده تکون خورد امونش نده چون از این فاصله سرب خوب پخش میشه حسابش میرسه من که میگم اگه زنده هم بمونه هیچ دکتری نمیتونه اون همه سرب از تو اون شکم گندش بکشه بیرون اما رو داره عجب بلند میشه نگاه کن داره میره زیر درخت الان زدنش راحته ببین چی میگم اینا یکی دوتا نیستن میگم تا دیر نشده بزنیم از پشت خونه بریم طرف چفته انگور خوب میشه لابلاشون قایم شد آقا دو نفر دیگه هم دارن میان هدف های اما اگه همشون با هم حمله کنن چیکار باید بکنیم فقط میتونیم تون شلیک کنیم ولی فوقش چهار پنج تاشون رو بزنیم من که میگم اونا بیش از حد زیادن و فایده نداره بمونیم من میرم تا ببینم کی جرأت داره جرمو بگیره اون وقت بود که فهمیدم دست آمارو از میخوابیزونه یعنی اون مرده به لوزینت گفتم مثل اینکه دخل آمارو رو آوردن همون وقت فکر کردم خوب اون نفلر حلقاویز کنم چون به خاطر او بود که آمارو کشته شد اما وقت نداشتم رگبار یه آنقدر نمیشد نمی شود. اونا ظاهرا منتظر نیروی کمکی هم بودن چون هی می رفتن لب جاده نگاه می کردن. گفتم نیم ساعت دیگه نیروهای کمکشون سر می رسن. درست نمیگم؟ لوزینت گفت آره همینطوره اون اصلا نمیترسید بهم گفت چرا کلک این آدم های آشغال نمیکنی بری دنبال مأموریتت گفتم اگه تیاره بودم یا فیلم میشد یه آلم آدمون بیرونه اگه پام برسه بیرون با یه چشم هم زدن منو گرفتن اون وقت کی این حیوان رو میبره آراکاجو تو میبری گفت خب اگه همینجا بمونی که نمیتونی بیرون بری گفتم همینه که تو میگی من این آشغال رو با خودم میبرم حتی شده کشون کشون گفتم میبرم یعنی میبرم هیچ که میدونه جرامو بگیره جدی میگم بعدش هر اتفاقی میخواد بیفته گفت چرا این لاشخورا رو سر جاشون نمیشونی بعد بری گفتم نصف شب میزنم به چک. امشب از ماه خبری نیست و منم کرم شبتاب نیستم که از خودم تو تاریکی نور بدم لوزینت گفت اینجا تو این خونه چند تا بوم هست اون بابایی که قبلا اینجا با آبجی من زندگی میکرد کارگر معدن بود چند تا بوم گذاشته و رفته چجور بمبایی؟ نمیدونم هر کدومشون شکل لوله هم. یعنی پنج تا لوله با همه یکیشون میتونه این خونه رو زیر رو کنه فقط روشنشون کنی و پرتشون کنی یکی یکی هم میتونی پرت کنی سبکتره موش مردگی نزن بازم باد راه بریم با اینکه خیلی راه اومدیم و از اون نامردا که محاصرمون کرده بودن خیلی دور شدیم ولی باز باید بریم آمارو حیف شد مرد حالا فقط باید با تو آشغال کله حرف بزنم دست فرمونش شرط نداشت خوش اخلاق بود نق نمیزد ای مرد شوری این زندگی رو ببرم اما مرده اون نامردا زدنش حیف که مسلسل پیدا نکردم چرا همون روز اول از رئیس نگرفتم ببین آشغال اگه اینجوری رابری با این مهمیزام سلاخ سلاخت میکنم باید ازم ممنون باشی که یه چال نمیکنم تو زمین خاکت کنم ساقه نیک فرو کنم تو دماغت تا باش نفس بکشی و ولت کنم برم بگو ممنون الدنگ دارم بهت میگم نظر اون روم بالا بیاد میزنم یه بلایی سرت میارم باید راه بری باید برسیم به رودخونه اونجا یه قایق چیزی گیر میاریم سوار میشیم چی شده ای به سر و صورت من نگاه میکنی اینا خاکستره به سرم مالیدم به صورتم مالیدم این رسم ده ماست ما اینجوری عزاداری میکنیم یکیمون که بمیره به سر صورتمون خاکستر میمالیم آمارو مرده داداشم بود خاطرش خیلی میخواستم خیلی مرد بود ندیدم چجوری گلوله خورد حواسم جمع تو بود جمع اون نامردا که یه وقت نریزن تو خونه تو رو بردارم ببرم حیف شد دست تنها شدم لطینتم که با خونه رفت هوا زن خوبی بود خیلی فکر کردم که باهاش چیکار کنم کجا با خودم ببرمش ولی یه دفعه آدم افتاد من کیم و چیکار میخوام بکنم این بود که ازمم رو جذب کردم تو رو ببرم و میبرم خونه لوزینت رو هم باید منفجر میکردم تا نامردای نیروی کمکی حواسشون پرچه بتونم تو رو در ببرم فقط نمیدونستم با لوزینت چیکار کنم نمیتونستم با خودم بیارمش نه همینجور ولش کنم این بود که دینامیتار رو کار گذاشتم و اومدم بیرون بعدش لوزینت رو فرستادم تو خونه یه چیزی بیاره اون وقت فتیله دینامیتار رو روشن کردم و از راه پشت خونه تو رو به خودم آوردم این رودخونه کم آبه آبش کمتر از رودخونه های دیگه است اما میدونم که رودخونه خوبیه و ما باید از این راه بریم چون کسی پیدامون نمیکنه گمونم از سانتا آمارو به بعد میتونیم با قایق بریم جلو از اونجا کمی که بریم آراکاجو پیداست تو بارا دست میمونیم همه جا رو دید میزنیم ببینیم کجا چه خبره یه وقت از دور و اطراف نریزن سرمون بعد اگه خبری نبود تو آشغالو میبرم تحویل میدم و مأموریتم تموم میشه بعد منتظر میشم ببینم چی میشه میگم بیاین لات آشغال کار تموم کردم حالا میخوام ببینم کار به کجا میکشه البته از اونجا به بعدش دیگه به من مربوط نیست چون کار من همونجا تموم میشه و بعدش میرم به کارم یعنی میرم به یه کار دیگه این رودخونه هم من از کوره در میبره چون شوره هرچی هم جلوتر میری شوریش بیشتر میشه خوشم نمیاد اما چاره ای ندارم البته از یه جاش خوشم میاد همچی که بریم جلو برسیم به آراکاجو اسکلهاش دیدن داره همینطور اون خونه با درهای بلند اگه آدم همینجور پارو بزنه یه وقت میرسه که شهر پیدا میشه جلوتر که میری یه جا میرسه که میتونی عطر بازار شهر رو بشنافی من همچی که پام به شهر میرسه حالم خوب میشه آروم میشم دست خودم نیست ده و بیابون و خاک و خل اعصابم رو خورد میکنه هوای شهر برام یه چیز دیگه است از این رودخونه بگم یه جاهایش نگاه که کنی اصلا آب نداره اما بعد یه جا میرسی که اونقدر پرا به که اگه حواظت جمع نکنی آب میبرده این سیلا خیلی شبا نگاه کردم ما که نباشه رودخونه نقره ای میشه و همه جاش برق میزنه اون وقت سر و صداهایی که تعجب میکنی صدای را رفتن آدم صدای خوردن تیر چوبی زیر بغل به زمین یا صدای حرف زدن یه زن اونا بر راه دور علت اینا اینه که خیلی ساکته اونقدر ساکته که تعجب میکنی داشتم میگفتم اینجوری رودکونه رو نگاه نکن که هنها آبش کمه همچی که بریم جلو خیلی چیزا میبینیم که حسنم سر نمیره مثل الان که من کم کم داره حسنم سر میره و دلم میخواد بزنم اون کله و موندت و آب لنبو کنم از ماریوم به بعد تماشایی میشه آب این ور میره اون ور میره و آب میخوره دو طرفشم که نگاه میکنی سبز سبزه, سبزه. بعدش کمی که بریم جلو میرسیم به تاماندای اونجا زمیناش بیشتر باطلاقیه درختاش هم صدا دارن و ترسناکن من که اونجا راست راستی ترسیدم آدمای اونجا کارشون گرفتن خرچنگ و دست میکنن تو گلا خرچنگ بیرون میارن دست میکنن تو گلا صدف خوراکی بیرون میارن کارشون همینه تو آراکاجا هم یه همچی جایی هست پشت کلیسای سنجوزف یه رودخونه است که باطلاقیه اونجا مردا با تیرای چوبی کوتاه خرچنگ میگیرن هر کدومشون هم یه لشکر بچه درست کردن هیچ وقت به فکر فرداشون نیستن من یکی که دلم نمیخواد هیچ وقت اونجا پا بزنم حالم از اینجور زندگی به هم میخوره بار اولم نیست که رای رودخونه کسی رو میبرم تحویل بدم اما یه بار یکیشون زلم کرد و منم چالش کردم یه جای دن چالش کردم و خودم راحت کردم. کسافت خیلی اذیتم کرد. البته به رئیس گفتم فرار کرد. اونم گفت هیچ که نمیتونه از دست تو فرار کنه. راستش بگو. منم گفتم. اون وقت برداشت تو گزارش نمیش سوژه فرار کرده بعدش هم عکسش همه هم جا فرستاد تا دنبالش بگردم. میگم اونم هنوزم دارم میگردم. میگم بهتر طوری بریم که شب اونجا برسیم. چون الان دیگه دارن دور و اطراف آراکاجا دوباره من میگردن آخه دلم نمیخواد بیرون آراکاجا مچه بگیرن البته اونا دارن تو جاده ها دنبال من میگردن اینه که بهتره از بار دوست برم کنار رودخونه گوشی آب بدم ببینم چه خبره بعد بارم رو تعویل میدم فکر میکنم تا حالا باری به این مهمی نداشتم بعدشم اگه منو بگیرن برام مهم نیست راستی لسات خیلی خوب شد البته منم سنگ تموم گذاشتم هیچ جا نمیتونستی به این مفتی کار رو تموم کنی و به این درو و فرزی دلم میخواد بری برای امت تعریف کنی که چطور یه نفر فقط با یه ام برده است توی چشم هم زدن چهار تا از دندوناتو کند گذاشت کف دسته وقتی اونجا برسیم اگه صبح زود باشه همه چیز گلی رنگه اگه صبح برسیم تا شب فرصت دارم ببینم چیکار باید بکنم حتی میتونم تو رودخونه بکارم خرچنگا بیان پاهاتو بخورن تو هم ای از جاد بپری و نذاری مهمونی را بندزن اما این کار را نمی کنم. چون مردم جمع میشن ببینن چه خبره اولین کاری که میکنم تو رو میبرم خونه رئیس چون دلم میخواد اول بریم اونجا تو نگاه میکنم بهش میگم اون آدمی که فرستادیم بره پاولو آفونسو این جونوره بگیره بیاره من نیستم شاید اون بگه گتولیو این حرفا چیه میزنی؟ بگی بشین تا موضوع همینجا حل کنی تو همیشه با کارهای خودت منو عصبانی میکنی گتولیو یه همچه حرفایی از دهنش در میاد اون وقت من میگم شما متوجه نشدید من چی میگم گفتم شما آدمی رو فرستادین پاولو آفانسا یا نه همین الان بگی اونم هم میگه چرا گروه بان گتولیو فرستادم اما حالا وضع عوض شده مگه من برات پیغام نفرستادم بشین موضوع حل میکنیم منم میگم میخوام بگم اون آدمی که اون شب درست تو همین اتاق فرستادینش بره پاول آفانسو دیگه من نیستم یه وقتی بودم اما الان دیگه نیستم شما دستگم سر قولتون وایسین چون من سر قولم وایسادم اینم بارتو هرچی میخوام بهش بگی نمیخواد کسی رم خبر کنید چون من دارم با اجازتون از این در میرم بیرون سلام منو به قوم و خیشا برسنی. از زحمتهایی که دادم ممنونم اگه یه وقت فرمایشی ای چیزی داشتین در خدمتیم. هرچند نمیدونم اون وقت کجا خیلی خوش شدم زنده باد خودمون اگه فرمایشی بود زنگ بزنید اما این سرجوقه ای که دم در وایساده بهتره یه وقت دست از پا خطا نکنه بخواد جلو منو بگیره چون هرچی ببینه از چشم خودش دیده اینو جدی میگم قربان من دیگه اون آدمی نیستم که فرستادین پاولو آفونسو یه وقت بودم اما دیگه نیستم یکی دیگه هم. اینا رو همینطور که یه راست دارم تو چشماش نگاه میکنم میگم و تو رو هم همینطور کت بسته و بیدندون میذارم میرم واسه همینه که اینجا منتظرم ببینم کی وقتش میشه خودم و برسونم خونه رئیس مهده. وقتی بیکار بودم پا میشدم میرفتم ایستگاه قطار و با هر کی که اونجا پیداش میشد میشستم تاس میریختم یا با یکی از مامورای مخفی گپ میزدم بیشتر وقتا من خونه رئیس بودم یه چیزی میخوردم پرچین باغش صاف و میکردم سگ گندش رو بردم بیرون یه چیزایی بهش یاد میدادم واسه پسرش قصه تعریف میکردم از این کارا حالا اون در میاد میگه گتلی و لجبازی نکن ما کارهای زیادی توی مملکت داریم خیلی ها هستن که سرشون به تنشون زیادیه اینه که تو رو میخوایم آدم مثل تو کم داریم بیا باز با همین بعد من میگم پس این حرف و نقلا چیه؟ وز عوض شده کدومه؟ مگه ما از این حرفا داشتیم؟ چی شد؟ مثل اینکه سر پیدا شد نفله اون داره دست رو میبینی که دارن از اون دست رودخونه میان؟ توفنگاشون رو هم رو به ما گرفتن نگاهشون کن حتی یه غیر نظامی توشون نیست پیداش هیچ که خیال نمیکنه کنه منو بتونن راحت بگیرن وگرنه این همه آدم نمی آوردن خودشون که من تو روشون وامیستم تو روی نامردایی که بخوان بیان منو دستگیر کنن ببرن خوب نگاهشون کن یه غیر نظامی میونشون میبینی فقط نظامی هم نفله قبل از اینکه بتونن نظام منو برسن میتونم تو رو ناکار کنم انگار میخوام با هم حرف بزنم اما من نمیخوام تو روی هیچ کدومشون نگاه کنم یا باشون حرف بزنم باید عمل کنم باید نشون بدم که من فقط مرد میدونم اگه کسی از من بپرسه میخوای یه زندگی طول و دراز داشته باشی و مثل بزدلا زندگی کنی یا یه زندگی کوتاه داشته باشی و مثل مرد زندگی کنی جواب میدم میخوام مرد باشم من آدمی نیستم که تسلیم بشم کسی که بخواد نگاه چپ به من بندازه کارش زاره کاری میکنم نفس کشیدن از یادش بره بلایی که سر خیلی آوردم تو رو میبندم به این درخت نارگیل تا ببینی چجوری باهاشون شاخ به شاخ تا ببینی مرد بودن یعنی چی بیان جلو نامردای بزده بیان جلو حالا دیگه کارتون به جایی کشته که میخواین تو رو گتولیو بایستین کور خوندی من هزار تا مثل شما رو عریفم به خیالتون رسیده من اگه صد بار برم زیر خاک کاری میکنم که هر صد بار زمین منو قی کنه تا باز بیام بالا و حساب نامردایی رو که باید برسم برسم میشنفی نفلت چی میگم؟ با تو هستم آشخان یادت باشه از وقتی تو رو شکار کردم یه کلمه هم حرف نزدی چرا؟ انگار یه بار یه پرت و پلاهایی گفتی برحال حسابم رو که با این نامرد رو صاف کردم سراغ تو هم میام حالتو میگیرم بلدم چجوری ازت حرف بکشم هی تو آمارو اون رفت اما تو بی خریش من موندی آی آمارو نیستی که ببینی چقدر مهمون دارم همه تفنگ به دست اونا رو فرستادن این آچغال را چنگ من در بیارن شاید هم فرستادن حساب منو برسن اگه اینجا بودی پشت به پشت هم میدادیم و کلک همشونو میکندی اما رو دشمن داره نزدیک میشه ریختن تو قایق و دارن میان طرف ما باید از خودمون دفاع کنیم صدای تیرشون بلند شد اولین تیرشون انگار راستی راستی دارن تیراندازی میکنن ما هم باید وایسیم آهای آمارو باید بریم یه جای دنج کنار مزرعه نیشکر آمارو جفت دستامو ناکار کردن گلوله خیلی درد داره اما نباید بترسم چقدر زیادن اینطور که تنگ هم بایستدن انگار خیال دارن سراخ سراخم کنن خیال دارن آب کشم کنن آمون